سلام عرض میکنم. من عباس میلانی هستم، مدیر برنامه ایران شناسی. در این جلسات معمولا رسم هست که من در مورد برنامه های آیندهمون کمی توضیح میدم، کمی در مورد سخنران اون شبمون بر سبیل معرفی حرف میزنم، ولی امروز میخواییم این رسم رو به دو دلیل عوض کنیم. یکی این که این آخرین سخنرانی این ترم ما هست، ما گذاشتیم گلش رو برای آخر کار. دو این که میخواستم فقط یکی دو نکته به عنوان تشکر بگم از گروه ایران، دانشجویان ایرانی استنفورد PSA که بسیاری زحمت از زحمت ترتیب دادن این جلسات رو اونها کشیدن. تشکر کنم از خانم روما پرهاد که متاسفانه فارسیشون هنوز عالی نشده، و آقای فرانکو که متاسفانه اصلا بلد نیستم فارسی. از هر دو تشکر کنم برای اینکه زحمت عظیم ترتیب همه این جلسات این برنامه ترم ما رو اونها دادن. ما واقعا این ترم تعداد بسیار فراوانی جلسات متنوع داشتیم و اینها زحمت کشیدن. به هر حال خیلی متشکرم. از مهمانان عزیزم می‌خواستم تشکر بکنم که دعوت ما رو پذیرفتند، و اگر دو نفر هستند که در مفهوم واقعی مستغنی از معرفی هستند، این دو نفر هستند و من حرفی جز تکرار اباطیل و تکرار حرفای تکراری ندارم در موردشون بزنم. فقط میخوام تشکر بکنم که دعوت ما رو پذیرفتن، و واقعا فکر میکنم برای همه ایرانیان در هر جا که هستند وجود این دو عزیز و معرفی که اینها از هنر ایران میکنن مغتنمه، و همه ما مدیون هنر ایشون هر دوی اینها هستیم، و خیلی تشکر میکنم که تشریف آوردید. معمولا میگم مهمان از معرفی مستغنی است، بعد کلی معرفی میکنن، ولی من واقعا معرفی نمیکنم. خیلی خوب، ممنون. با اجازه، خوش آمد و شب بخیر خدمت همگی. بنده کیهان کلهور هستم، نوازنده کمانچه هستم. دوست عزیزم جناب استاد علی اکبر مرادی، نوازنده تنبور و صاحب نظر در موسیقی کرد و مقام‌های موسیقی کردی، که آشنایی 37 ساله ما با هم، 37 سال هم دیگر میشناسیم و با هم کار کردیم، منجر به این شد که یک کنسرت در دو روز آینده داشته باشیم در دانشگاه استنفورد، بعد از مدت‌هایی که از هم دور بودیم. به هر حال وقتی که خانم پرهاد با من تماس گرفتن و می‌خواستن که یه عنوانی برای سخنرانی مشخص کنیم، من فکر کردم چون فرصت مغتنمیه که آقای مرادی تشریف دارن راجع به مقام صحبت کنیم و چطور مقام در واقع ریشه یا هسته اصلی موسیقی ایرانی رو تشکیل میده، و مقام اصولاً چی هست و چطور فرق میکنه و چطور پخش شده در مناطق مختلف. از در واقع اگر شمال هند و سیستم راگای هند رو منشعب از اون بدونیم، از شمال هند تا تمام آسیای میانه تا شمال آفریقا، و یک سیستم مادر اینا رو همه به هم وصل میکنه که در واقع از ایران قدیم آغاز شده. من تصمیم گرفتم که اول صحبت کنم با اجازه که از آقای مرادی گرفتم، به خاطر اینکه این مسئله در واقع من میخوام یه اشاره به سیستم دستگاهی ایران هم بکنم و رابطش با سیستم مقامی و چطور تغییر میکنه، انقدر که وقت اجازه میده و انقدر که حوصله شما اجازه میده در واقع. و یک صحبتی راجع به پیشینش خواهم داشت، و یک صحبتی راجع به در واقع اون سیر تحولی که منجر میشه به ساختار دستگاه یا ردیف موسیقی ایرانی که ما امروز ازش استفاده میکنیم به عنوان پایه بداهه‌نوازی. و بعد هم خدمت آقای مرادی خواهیم بود که در واقع یک سری از مقام‌های خاص که در حیطه تخصص ایشون هست و به سازی که می‌زنن ربط داره براتون تا اندازه‌ای که میشه توضیح بدن. میل به
نظم و در چارچوب قرار دادن در فرهنگ ما قدیمیه. با عنوان یه فرهنگ کهن، فرهنگ ما یکی از شیوه ها و طرق بارز خودشو داره، مشخصات بارز خودشو داره در معماری، در ادبیات، در موسیقی، که همه اینها به طرز شگفتی به همدیگه ربط دارن و میشه خاصیتی که در به عنوان مثال معماری دید در یک مقطع خاص، همون رو تعمیم داد به موسیقی یا تعمیم داد به ادبیات و همون مشخصات رو گرفت، یک رنگ خاصی که اینا رو همه به هم ارتباط میده. این نظم و علاقه به ریزکاری ها یا دیتیلز که امروز میگن، یک مشخصه بارز در فرهنگ قدیم ما که در تمام زمینهای فرهنگی و اجتماعی شما اینو میبینید، برخلاف امروز ما که خیلی تغییر کردیم، که این در موسیقی هم دیده میشه. در قدیم در وقتی که من ازش صحبت میکنم، به قول یک دوست آمریکایی من میگفت، شما وقتی میگین قدیم مثل 3000 سال پیشه، وقتی ما میگیم قدیم مثلا 50 سال پیشه. در قدیم خودمون تا اونجایی که میدونیم، کلمه‌ای بوده به عنوان لحن که در متون ادبی زیاد بهش برمیخوریم. حتی مولانا هم استفاده کرده، حتی باربد هم، سی لحن باربد خیلی مشهوره. در واقع لحن به آهنگ گفته میشه، به نوا گفته میشه یا به یک ملودی گفته میشه. ما همه ابنا آدم بوده ایم، در بهشت این لحن ها بشنوید. منظور لهجه نیست، منظور آهنگه. این آهنگا رو ما همه در بهشت شنیدیم. تا حدود قرن ششم یا هفتم هجری از این کلمه استفاده می شده و بعد آرام آرام مثلا در نوشته های قطب دین شیرازی از کلمه به اسم مقام اسم برده شده و بعد عبدالقادر مراغی و دیگران شروع کردن این لحن، اینو استفاده کردن به جای لحن. در واقع یک معنی میدن و منظور از لحن یا مقام یکیه امروزه. مقام در واقع یک ساختار کوچیک بوده، میتونسته یک جمله موسیقایی باشه یا میتونسته چند جمله موسیقایی باشه، اینطور که احتمالاً جناب مرادی ازش صحبت خواهند کرد. بعضی وقتا میتونه اینقدر کوتاه باشه که مثلا 20 ثانیه 30 ثانیه باشه، بعضی وقتا میتونه تا 5 دقیقه تا 4 دقیقه، بستگی به زمانش داره. همه اینا رو ما در موسیقی خودمون بهش مقام میگیم و امروز به انواع موسیقی که در سراسر ایران قدیم موسیقی محلی میگفتن یا اسمای دیگه استفاده میکردن، الان به درستی دارن میگن موسیقی مقامی، چون هنوز اون سیستم مقام در سراسر ایران داره استفاده میشه. سیستم مقام یک سیستمی بود که این نغمات رو، این آهنگ‌های کوچیک و این جملات رو می‌آورد بغل هم می‌ذاشت، هر کدوم براش اسم داشت و در اجراش این جمله رو، این آهنگ کوچیک رو به عنوان دستمایه قرار می‌داد برای بداهه پردازی. اگر در نظر بگیریم که یک بوم نقاشی داریم، مثلا یک نقاش میخواد چیکار بکنه، یک بوم سفید داریم که این خب در موسیقی میشه ساز، نوازنده و اون عزمش. مقام نقش رنگ رو داره. شما سه رنگ، دو رنگ، چهار رنگ دارین که میخواین با این کار بکنین و در واقع شیوهیه که شما رو آماده میکنه برای بداهه نوازی. قراره که شما از معلمتون این مقام ها رو یاد بگیرین، ولی به صورت پیشرفتم وقتی که حاصل این رو از معلمتون میشنوین به عنوان بداهه نوازی، میدونین که نقش این مقام در شکل گیری این بداهه نوازی چیه.
نقاشی که به وجود خواهد اومد، یعنی اون در واقع موضوع نقاشی، اون دیگه ربط داره به بداهه پرداز و استعدادش و کاری که اون شخصی میکنه. مثل هر نقاش دیگه تکنیکو بلده، رنگو داره، ولی موضوعش به خودش مربوطه. و اینه که صدها هزار میلیون ها نقاش میتونن نقاشی بکشن، ولی هر کدوم با دیگری فرق بکنه. این نقش بداهه پردازی در موسیقی. در حدود قرن، در قرن 15-16 میلادی، وقتی که تبریز، اصفهان و جاهای دیگه، ما عادت میکنیم در واقع اون حس یک پارچگی در ایران پیش میاد و از خلقهایی که با هم در یک منطقه زندگی میکردن داریم تبدیل میشیم به یک ملت، داریم تبدیل میشیم به یک مملکت، حس و از نظر سیاسی هم همینطور این جریان پیش میاد و این خاصیتش رو در موسیقی میذاره به این عنوان که وقتی که شهرها به عنوان پایتخت اعلام میشن، مخصوصا در اصفهان در دوره صفویه، موسیقینایی که خیلی متبحر بودن در منطقه خودشون و مقامدانهای خوبی بودن، طبیعتاً بهترین موسیقینای اون منطقه بودن، همه میان به پایتختا و یک اینکه به دلیل اینکه در اون دوره صفویه به موسیقی و به فرهنگ اهمیت میدادن، دو به دلیل اینکه اینا دوست داشتن استخدام بشن، بیان در شهرها کار بکنن و شاید هم ازشون در بعضی از مواقع دعوت شده بود. به هر صورت این باعث میشه که از سراسر ایران، از سراسر جاهایی که یک فرهنگ مقامی خاص داشتن، مثل شمال شرقی ایران، مثل خراسان، مثل کردستان، مثل مناطق دیگر، موسیقین ها گرده هم جمع بشن و حاصل این گرده همایی سیستمیه که در واقع سیستم جوان و جدیدی هستش که ما داریم استفاده میکنیم به اسم سیستم دستگاهی یا سیستم ردیف. مقام رو از نظر لغوی من بررسی نکردم، ولی اگر بخوایم بررسی بکنیم خیلی مشخصه. مقام هر کس، هر جا، مرتبه. در ردیف هم همین رو داریم. مثلا کل سیستم ما ردیف هست. بازم ردیف به یک وجودی میگن که به یک نظم رو داره القا میکنه، یک تقدم و تأخری داره. در ردیف موسیقی ایرانی هم کاملا همینطوره، منتها یک چند تا آدم خیلی با سلیقه و با استعداد که دانش بسیاری هم داشتن در این مسئله میان این گزیده ای از مقام ها رو از هر منطقه میذارن کنار هم با چیزی که قبلا در ایران جاری بوده به عنوان موسیقی در واقع درباری، موسیقی که مخصوص خواص بوده، اینو با هم قاطی میکنن و یک این سیستم ردیف دستگاهی که ما بهش میگیم از اون متولد میشه که به نسبت سیستم مقامی سیستم جدیدی هست. سیستم ردیف میاد تمام این مقام ها رو تقسیم میکنه به هفت قسمت که ما امروز بهش میگیم هفت دستگاه، یا اسمی بوده که اونا شاید گذاشتن یا این اسمی بوده که بعداً ما براش قرار دادیم، که البته این پروسه‌ای که داریم ازش صحبت می‌کنیم یک شبه صورت نگرفته، صد ساله صورت نگرفته، هنوز هم در حال تکامل هست، هنوز هم نغمه‌ای می‌شنویم که وجود نداشته و اگر اون نوازنده‌ای که اینو به وجود میاره انقدر اجتهاد داشته باشه در کار خودش که جامعه موسیقی اینو قبول داشته باشه، میشه اون هنوز به این سیستم اضافه بشه. اگر ما به گفته خیلی‌ها 460 خورده قطعه یا گوشه داریم در موسیقی ایرانی که در این تقسیم بندی گنجیدن، معنیش نیستش که این دیگه بسته شده و دیگه جای اضافه کردن نداره. در دوره قاجار هم بسیاری از قطعات به این اضافه شده. این تقسیم بندی در درجه اول بر اساس لحنه، بر اساس گامه، بر اساس طوری هستش که فواصل با هم قرار گرفتن. در موسیقی ما و موسیقی ما اصولا هفت تا نوت داریم، یعنی هفت تا فاصله داریم که با تکرار نوت اولی که ازش شروع میکنیم بهش میگن یک گام.
در موسیقی اکثر دنیا همینطوره، مگر اینکه برخلاف این باشه 5 تا نوت در یک گام باشه، مثل که بهش موسیقی پنتاتونیک میگن که در آسیا جنوب شرقی خیلی رواج داره. به هر صورت موسیقی ما هپتاتونیکه و 7 تا نوت داره و 7 تا نوت با تکرار نوت اول رو ما بهش میگیم یک گام. این گام نوتایی که درش قرار میگیرن مثل یه بازیه، گام درست کردن. رو پیانو هم شما دیدین مثلا کلیدای سفید هست و کلیدای سیاه، فاصله‌ای که اینا با هم دارن و فواصلی که با هم میسازن یک طرز خاصی از صدا رو میسازه. مثلا آقای مرادی اینجا سازشون رو دارن، من میتونم نشون بدم به شما. پرده هایی که رو سازه، اون چیزایی که میبندن دور دسته ساده بود، به اونا ما میگیم پرده. اگر فواصلشون رو بیشتر بکنیم صدا زیرتر خواهد شد، اگر فواصلشون رو کمتر بکنیم صدا بمتر خواهد شد. نشدن نسبت این پرده ها به هم دیگه، ببخشید ناکوکم میدیشت اصلا همینه که هست. مثلا یک گام چش بزنه دون یک گام لدو تا دو یک دو سه چار پنج شیش هفت و هشتمین نوتی که ازش شروع کردیم دارارام که این نوت در واقع همین نوته دست تلگه منطقه از نظر فرکانس دو برابر. اگر فرکانس نوت اولی 300 باشه این 600. این پرده ها رو ما وقتی جابجا میکنیم، پرده اول با دوم وقتی اینقدر فاصله داره یک صدا میده، اگر با این با دومی اینقدر فاصله داره یه صدا دیگه میده. انواع اقسام چینش این فواصل در کنار هم در واقع گام های مختلف رو پیش میاره که ما بهش میگیم تونالیتی های مختلف یا صدا دهندگی های مختلف. قصد بر این بوده که کسی که دستگاه رو مرتب میکنه اون نغمات، اون مقام ها رو بیاره کنار هم، نغماتی که از نظر چینش آوایی به هم نزدیکن در یک مجموعه قرار بده، بهش گفته دستگاه ماهور مثلا. بقیه رو که فواصلشون تو هم دیگه با هم دیگه فرق میکنه یه اسم دیگه گذاشته شور مثلا و الاخر. طی زمان که میگذره، طی مثلا 100 سال، 2 قرن، 3 قرن، این دسته ها در درون خودشون بزرگتر میشن. یعنی اگر ما تعدادی نغمه داریم و مقام داریم که الان بهش میگیم گوشه، که این جمع اینا یک دستگاه رو تشکیل میده، افزایش پیدا میکنن و بعضیشون زمانشون بیشتر میشه، بعضیشون انقدر جا دارن که بزرگتر بشن. مثلا یک گوشه‌ای بوده که انقدر اهمیت پیدا میکنه که این از این دستگاه ها جدا میشه، میگن این میتونه به تنهایی یک دستگاه کوچک باشه. به اینا ما میگیم آواز. 5 تا از اونا به مرور زمان اضافه میشه. در واقع اینا از دل دستگاه ها به وجود اومدن، ولی خودشون مستقل شدن بعدن و اسم خودشون رو پیدا کردن. یک دو تا چیز که دیگه باید عرض کنم این که تمام مقام ها اسم دارن و این خیلی مهمه. ما نمیگیم، درسته که توالی دارن، درسته که منطقی پشت سر مرتب بودنشون هست، ولی هیچ وقت از اون حس رومانتیک بودن ما و حس لذت بردنمون از بازی با کلمات غافل نشدیم، نگفتیم شماره 1 2 3 4 5 همین الاخر، برای همشون اسم گذاشتیم. و این اسما بعضیاش ادامه پیدا کرده، استفاده میکنیم کماکان با اسم همون مقامی که اومده یا اسمش عوض شده، ولی همه اینا اسم دارن که ما بتونیم اینا رو شناسایی بکنیم. چیزی که مشخصه چه در موسیقی مقامی اینا رو باید حفظ میکردن از اول تا آخر و تمام مقام ها رو میدونستن. در موسیقی دستگاهی هم همینطوره. اینا رو ما به عنوان دانش آموز باید حفظ کنیم.
سازی که دست میگیریم تکنیک ساز یاد بگیریم و مطلبی که میخوایم باش بزنیم این گوشه ها هستن که وقتی تعداد زیادی گوشه بدونیم در که از نظر توالی منطقی این آواها با هم ربط دارن میگیم این تعداد یه دستگاه رو بلدیم اگر تمام اینا رو بلد باشیم همه یه دستگاه ها رو بلدیم ولی چیزی که هست اینا فقط فرهنگ لغات موسیقیه یعنی ما هر جبله‌ای که میزنیم یه سری لغات یاد میگیریم طبیعتاً پا به پای اون یه سری تکنیک هم یاد میگیریم که باش اونا رو اجرا بکنیم و همینطور پیشرفت میکنیم در واقع اینا فقط برای ماندن موسیقی بوده و برای یاد دادن موسیقی بوده به شاگرد غیر از این نیست اگر که یک تقدسی بعضیا براش قائلن که میگن نه این نباید اصلا تغییر بکنه به این شیوه باید حتما همینو زد و هیچ جای تغییر نداره اشتباس فقط یک روش آموزشی این برای که موسیقی از بین نره و در ذهن نسل آینده بتونی پیداش بکنی و بهشون یاد بدی آقای مرادی نوازنده تنبور هستن طبیعتا همه میشناسن و با سیستم مقامی خیلی بیشتر از این که من آشنایی دارم چون من نوازنده‌ایم که موسیقی کلاسیک ایران رو بلدم و سیستم دستگاهی رو یاد گرفتم و طبق اون کار میکنم آشنایی ایشون با سیستم مقامی بسیار بیشتر از منه چون ایشون هنوزم با سیستم مقام کار دارن و کار میکنن و یکی از فکر میکنم تنها کسی هستن که الان زندن حالا خودشون این نمیتونن بگن ولی من میتونم بگم که واقعا مگه که 72 مقامی که برای تنبور قائل شدن از اول تا آخر بلدن و ضبطش هم کردن و دارن آموزشش میدن و این خیلی ارزش زیادی داره و نشون میده که این فرهنگ چقدر پویاست موسیقی چند هزار ساله مخصوصا موسیقی تنبور که قدیم تر از موسیقی ایران در واقع از موسیقی کلاسیک ماست چقدر هنوز با گذشتش ارتباط داره و ایشون همه این مقام ها رو میدونه و از خاصیتش از چگونگیش خودشون صحبت خواهند کرد بفهمید؟ بله تقریبا وسط ها ممکنه قطعت بکنه ببخشید تا اینجا سوالی نیست یا هست اگر سوالی هست لطفاً بگین همینجا که تا آقای مرادی شروع نکردن بعد از اینم البته ما میتونیم یک وقت 15 دقیقه بذاریم برای سوال جواب اگر سوالی مونده خواهش بفهمید ببینین فلسفه یکیه منتها زبان فرق میکنه من یک سیستم دیگه رو بلدم ایشون مثل اینکه شما برنامه‌ریزی کامپیوتر چند تا زبان داره ببین من یه زبان دیگه رو بلدم ایشون یه زبان دیگه ولی کلش منجر میشه به اینکه شما بتونین تایپ کنین روی کامپیوترتون و یه سری کار رو انجام بدین زبانمون با هم فرق میکنه زبانی که به من آموزش دادن موسیقی رو در واقع سیستم دستگاهیه که سیستم مدرن تریه ولی پدر اون سیستم سیستم مقامیه در کل با هم فرقی ندارن خیشاوندم هستن ممکنه بعضی اسما فرق بکنه ممکنه بعضی از فواصل فرق بکنه ممکنه به مشخصاتشون تا اندازه‌ای با هم فرق کنه ولی منجر به یک جریان میشه در بعضی از موارد ولی خب اسمشون تغییر کرده در سالیان متمدد و شما در نظر بگیرید که این دو جریان برای دو تا کار مختلف بودن یعنی اون یک چیزی رو می‌خواسته تعریف بکنه و یک کاربردی داشته این یکی کاربرد دیگه داشته و بعد از این که موسیقی دستگاهی تشکیل شده مقامایی که گرفتن مقام‌ها در این موسیقی تغییر پیدا کرده ولی در موسیقی های مرادی خیلی مقام ها ثابت موندن یا در موسیقی خراسان مقام ها ثابت موندن اونا به گذشتهشون بیشتر ربط دارن این یک نسخه مدرن تری از همون موسیقی مقامی که با تقسیم بندی متفاوت ولی از طرفی اومده گزینش کرده بهتریناشو در این سیستم نگه داشته اونا که زیاد دوست نداشته گذاشته کنار از نظر جایگاه
نه نه متعلق به همه ایرانه. هر جای موسیقی مقامی خودش داره. بله. حالا شما فهمید. بله. بله. منم همینطور منم با زود برم. خواهش می‌کنم. من هم همینطور اتفاق خیلی بچه اشتراکات زیادی داریم. بله. اینو خیلی میشه راجبش بحث کرد، ولی به نظرش ممکن اولا که غم و شادی تصوری که شما دارین از جریان، تصور من ممکنه فرق بکنه. من با موسیقی که شما ممکنه بعدتون بیاد بهش بگین غمگین، خیلی به شوق دست میده و خیلی دوست دارم اونو. ولی موسیقی هر کشوری، من ایران نمیدونم ولی که تنها راجع به این صحبت بکنم، حالا در تحت چه شرایط اجتماعی سیاسی یا هر چی رشد کرده، ولی موسیقی هر کشوری یک زاییده حالات مردم اون کشور طبیعتاً. موسیقی ما هیچ وقت نمیتونه از نظر جغرافیایی، از نظر مختصات صدایی، از نظر صدای سازها شبیه موسیقی آفریقا باشه یا موسیقی غرب باشه. چرا هارمونی تو موسیقی غرب شکل گرفته ولی ما تو موسیقی ایرانی اصلا لزومش رو حس نکردیم تو این چند هزار سال؟ تمام مشخصات یک اجتماع که نوع خاصی موسیقی در اون و نوع خاصی از صدا در اون اجتماع متولد میشه. برای اینکه وقت بقیه رو زیاد نگیریم، چون این موضوع بحث ما نیست، باید شما رجوع بدم به مشخصات اجتماعی خودمون طی تاریخ که چی باعث شده اینجوری باشه، واقعا چی باعث شده چیزی که شما بهش میگین غمگین حالا یا آروم یا هر چی این شکلی باشه. آیا ما اجتماعی شادی بودیم یا اجتماعی بودیم که خیلی ریتم دوست داشتیم؟ به در واقع نوانس های سیاسی که در ایران یا جنگایی که در ایران اتفاق افتاده، همش جنگ بوده، تحت ستم بودیم، همش جنگیدیم، مثلا در منطقه خراسان همه موسیقی اصلا راجع به این هنوز بعد از هزار سال، راجع به مغول، راجع به مسائلی که اونجا رفته، تمام عزاداری ها درش نهفته است، هنوز کلامش هست. در دوره قاجار یه جور به این اضافه شده، در دوره صفویه یه جور به این اضافه شده، در هر منطقه موسیقی آینه زبان یک ملتیه. هر چی بر ما گذشته تو موسیقیمون هست، تو شعرمون هست. اگر غیر از این باشه، ما پس با درونمون، با اجتماعمون، با تاریخمون ارتباط نداریم. باشه. انقدر این صحبت ها میشه که دیگه حالا میشه میگه، البته عرض کردم میشه راجبش صحبت کرد، منتها امروز که اصلا یه چهره دیگه پیدا کرده. امروز خیلی چیزا رو به جای موسیقی ایرانی شما میشنوین که اصلا به موسیقی ایرانی ربطی نداره. به خاطر همین شاید احساس این که فکر میکردن حالا چون موسیقی ما از نظر ریتمی آرومه یا به قول شما غمگینه یا هرچی، باید یه تغییری درش به وجود بیاد. الان مرز بین موسیقی پاپ و موسیقی ایرانی و موسیقی دستگاهی و موسیقی چیزی که وجود داره خیلی خیلی متاسفانه البته باریک شده و خیلی از آواهایی که ما میشنویم مثلا به موسیقی ایرانی هیچ ربطی نداره ولی زیر اسم موسیقی ایرانی داره. این یه بحث دیگه است کلا، ببخشید که زیاد نمیتونم راجبش صحبت بکنم، ولی چون میخوایم به چیز دیگه بپردازیم امیدوارم کمک کرده باشم، ولی عذرخواهی میکنم که نمیتونم بیشتر از این توضیح بدم. ببخشید آقای کارو، من
شما عرض کنم اولا شما چقدر موسیقی ایرانی گوش دادین این خیلی مهمه اگر شما مثلا با کل تجربه مثلا یک ربع نیم ساعت یک بار یه زیرو گوش دادین و یا همه رو دیگه به درد نمیخوره اون یه داستان دیگه است که فکر میکنم تقریبا همینجوری باشه ولی داستان از این قراره من عذر میخوام از جناب استاد کلهر ببین یه زمانی اومدن موسیقی ایرانی رو گفتن ردیف کردن گفتن این موسیقی ایرانیه حالا از چند سال پیش نمیدونم چند سال زمان آقای فرهانی 500 سال آره. نه اون که خیلی نزدیکه ببین پشت سر هم ردیف رو گفتن موسیقی ردیف ببین واقعیت اینه که موسیقی ردیف خیلی موسیقی خوب و واقعا هنری و دوست داشتنیه موسیقی سنتی ایران ولی واقعیت امر اینه که تمام موسیقی ایران نیست فقط کدیتین یعنی نمیشه مثلا ما بهش بگیم موسیقی ملی میتونیم بگیم موسیقی سنتی یک قسمت از موسیقی ایران و من همیشه نه برای شما بیشتر من به کردای خودمو دارم عرض میکنم دیدم چرا اینقدر خوشحال هستن همیشه دنبال خوشحالی نره نه جدا شما همینطور خب این توی مملکتی که همش مصیبت تو چه دنبال چی میگردید از موسیقی شما نه جدی میگم خب مثلا کردا ببین الکی یارو امروز 500 نفر کشته چه همه دارن چوپی میکشن عارف آخه چرا مثلا میگم خاطر روحیه خیلی خوب آخه مسخره است دیگه روحیه حداقل یه ساعت هم گریه بکن بعد اینه که شما چیز کنید یه ذره کوتاه بیاین به نظر آره یه کمی کوتاه بیاین یه کمی بیشتر گوش کنین اون چیزایی که شما فکر میکنین غمگینه واقعا غمگین نیست اگه خوب گوش کنین آره بلکه یه حال یه سفر درونیه که ما چون اهلش نیستیم معمولا آره یعنی برون را بنگریم و قال را یعنی فقط همون چوپی ما کرده آره یه ذره بیشتر باش اونس بگیریم اینم غمگین نیست باور کن من خودم همیشه درگیریم با اساتید موسیقی سنتی سر همین حرفا همین نظر شما رو گاهی داریم ولی واقعیت اینه که موسیقی سنتی غمگین نیست موسیقی سنتی درون گرایانه است یعنی بیشتر آدم رو چیز میکنه سوق بده به طرف درون و خیلی هم خوبه بعدم یه لذتی حاصل میشه که از چوپی کشیدن و رقصیدن حاصل نمیشه یه خود آره بیشتر گوش کنید. شاید نفهمیم بحث کشش بدیم اما من فکر می‌کنم یک چیزی از یک واقعیتی رو ایشون بیان کردن که جا داره که ما گوش ندادیم به واقعیت. خودم اینکه درست همون فکر آقای کلهر هم گفتن خب موسیقی ما یه تاریخی داره و تاریخ این قوم رو بیان کرد تاریخ این مردم رو بیان کرد یه بخش از اون هم سرکوب سیاسی و سرکوب مذهبی که در تمام طول تاریخ ما بوده و موسیقی ما حداقل در آواز خیلی وقتا توسط روزه و نوحه و برای همین که ببینیم همچین حالتی همچین نوایی رو ایشون میشنوه که نوایی خیلی مذهبیه این هم یه مقداری طبیعیه و درست هم میشنود ما اگه بکراند خواننده هامون رو نگاه بکنیم تا سالیان گذشته خیلی هاشون از مسیر خوانندگی قرآن اومدن و خواننده شدن و اون لحن و بیان و حوز رو اون شکل با خودشون یا برعکس البته صبر کنید شما برعکسه در واقع قرآن خوانی ما از موسیقی خیلی بهره بردن یا کسایی که نوحه میخونن یا متن میخونن اونا از موسیقی خیلی بهره بردن موسیقی جاری بوده ولی اونم یه نوع گویشه که از همین بستر داره استفاده میکنه از همین مواد داره استفاده میکنه در اجراش خب همین دیگه ببین تکمیل نشد این اون کاری که شروع کردن برای ساختن یه موسیقی ملی از نیمه راه ول شد یعنی بی خیال شدن دیگه یعنی در واقع همون سجاد مطلبی که بود گذاشتن بعد دیگه اضافه نکردن مثلا سبا اونم رفت یکی دو تا مطلب خواهد اضافه کنه خیلی اصلا قبول نکردن گفتن این ردیف نمیشه نهایتا ولی مثلا که دو تا خواننده مثل روزا خان میخونه دلیلی نمیشه که مثلا موسیقی ما آواز بد باشه آواز بد باشه آره بس باید... از موضوع من داریم دور میشیم آره داریم از موضوع دور میشه برای جانم خود موسیقی مقامی آیا خودش هم بعد تکامل داشته تغییرات داشته میپرسن که موسیقی مقامی که الان ما میشنویم فرق داره با اون چیزی که مثلا آقای درویشی تحقیق میکرده بودن یک کار از عبدالقادر
ضبط کرده داره با زحمت زیاد بسیار زیبا مسحور کننده ولی هنوز من نمیخواستم جای پای موسیقی دستگاهی روش پیدا کنم یا حتی موسیقی بذار من جواب بدم ولی ریشش در موسیقی مقامی یعنی موسیقی عبدالقادر موسیقی درباریه موسیقی مقامی نیست این موسیقی دیگه است من اصلا نمیدونم چرا رفتن دنبال یه چیزی که مرده اونم خیلی چیزا داریم که هنوز نمرده کاش راجع به این چیزا تحقیق می‌کرد اون مربوط میشه در واقع به موسیقی درباری موسیقی کورت میوزیک ما اون خیلی بیشتر به کورت میوزیک به موسیقی درباری نزدیک‌تره موسیقی هنری نزدیک‌تره تا موسیقی مقامی اون تقسیمات و شاد اون موقع مقام هنوز میگفتن ولی اونا همش آهنگسازی شده است اونا چیزایی نیستش که در تاریخ وجود داشته اون آهنگسازی های عبدالقادره قطعاتیه که اون ساخته ولی ریشه مقامی شاید داشته ولی مقام به صورت خامش نیست یه سری آهنگ ساخته شده است ببخشید خب ببین اینا کالور هم فرمودن در حین فرمایشاتش هم ببین خیلی از مقام ها خیلی کوتاه هم فقط کردیم مثلا حدود مثلا بگیم 30 ثانیه یک دقیقه ولی خیلی از مقام ها ببینیم که دقیقا مثل یک دستگاه موسیقی که مثلا میگن گوشه فلان گوشه فلان اینا هم مثلا میگن زمزمه اول زمزمه دوم زمزمه سوم نمیدونم فرود فلان از این حرفا یعنی در واقع حتی خیلی از مقامات توش اصلا مدگردی میشه مثلا از یه دستگاهی وارد دستگاهی دیگه میشی دوباره خیلی طبیعی برمیگردی به اون چیزی که در واقع شروع کرد به هر حال همش خوبه جانم باز کی؟ بله همون رو میگم نوشته شده بله نوشته شده ولی عرض کردم خاصیت آموزشی داره فقط ولی بهترین راهش هم هنوز اینه که شما سینه به سینه از معلمتون یاد بگیرین به صورت زنده بشنوین معلمتون چی میزنه شما تکرار بکنین برای موسیقی ما بهترین شیوه آموزشی همینه ولی خب از نظر اینکه حفظ بشه و نگهداری بشه بله نوت نویسی شده بله خوب شد. مرسی قربونت شما. من جز رو به هم ریختی ها. نفوذی اینه. نمیدونم چقدر وقت داریم وقت داریم نیم ساعت وقت داریم نیم ساعت فرق من خیلی خوشحالم که خدمت شما دوست میدانی جناب استاد بیزایی و دیگه دوستانی که خدمتشان اراده داریم از سال هست و خدمت دوست کهن جناب استاد کلهور از کنم حضور شما همونطور که از کردم ببینید هر منطقه ای تو کشور ما به هر حال هر قومی هر خلقی به هر حال یه موسیقی داره که مجموعه این موسیقی نگه موسیقی های مقامی یا حالا ما هم تو منطقه غرب یا کردستان که در واقع یکی از ایرانی ترین فکر میکنم قوم های این چارچوب جدید اسم ایران هست خب فکر میکنم اگه اقراق نباشه شاید غنی‌تر از جای دیگه موسیقی باشه تو منطقه کردستان هم از نظر تنوع هم از نظر کمیت هم از نظر حتی شاید هم کیفیت خب به خاطر اینکه این منطقه مخصوصا منطقه کرمانشاه به سرزمین‌های ساسانی خب بیشتر نزدیک بوده به مدائن و به نمیدونم جایی که باربود و نکیسا اونجا مثلا ساز می‌زدن و چیزایی به طور یقین از اون موسیقی‌ها حتما باقی مانده هر چند ممکنه اسمش عوض شده باشه یا با همان اسم باشه
به هر حال من چون وقت کمه به صورت خیلی سریع یه آگاهی میدم برای دوستان راجع به موسیقیایی که تو اون منطقه هست و بعدش هم به طور خاص به مسئله تنبور که در واقع ساز بنده هست و خب خدمتگزار این ساز بودم توضیح میدم خدمت. ببینید در بین منطقه مناطق کردنشین و مخصوصا کرمانشاه چندین موسیقی باستانی هست، موسیقی کهن هست که قدمت اینا هم قدیمی تر از عبدالقادر نمیدونم مراقیه و هم از موسیقی سنتی هم خوب طب خیلی بیشتر. خب یکیش یه آوازی هست به اسم آواز هوره. خب من نمیدونستم که چقدر بعدا میتونه نمونه هاش همین شد اینجا مثلا پخش کرد و آدم بشه. خب این آواز یه آواز ابتداییه که به هر حال مقامات 5 6 تا مقام داره که تو همین داستان هوره یک بخش هست به اسم شاهنامه خانی، یعنی در واقع کرده آمدن شاهنامه فردوسی را ترجمه کردن به کردی و با یک هوره خاص که یک آواز خاص شاهنامه را با اون چیز میخونن. مثلا ببینید شاهنامه تاریخ سپاه دشت ری و پهلوانان کیانان کی، اول شاه خسرو نبند زندان، دیوم شاه توران ما باقی رندان، دیوم برده رشت و سمی یک دست آفت خان، دیو جادوی بود فرست ها ها. مثلا همچی حالتی به حالت دیگه تو شاهنامه خانی هست. بعد یه نوع هوره دیگه داریم، من دارم سریع از میکنم، به اسم مور یا موره که این هوره در واقع بین کردهای لک، لک ها یه قومی هستند بین لورها و کردها که اونا موسیقی در واقع هوره خودشان رو دارن به اسم مور. اون چیزی که زنها میخوانند در مراسم عزاداری بهش میگن موره که زنها با هم میخوانند، خیلی هم عجیب هارمونی قشنگی پیدا میکنه و شنیدنیه واقعا. موسیقی باستانی دیگری هست به اسم سیاچمانه. سیاچمانه در واقع یک موسیقیه که تو هورامان، تو اورامانات، تو مناطقی که تو کوههای زاگرس هستن جریان داره که خود این موسیقی سیاچمانه هم چندین شاخه داره. یک موسیقی که مثلا تو خانقاها خوانده میشه، خانقاهای دراویش از کنم قادری و نقشبندیه، به این میگن دریانه. بعد اونجی که آوازی ریتم نداره بهش میگن سیاچمانه و اون که مثلا با کف همراه میشه چپله، به این میگن بزمی چپله، یعنی چیزی که با چپ میزنی با اون میرسن. و بعد تو مناطق شمالی تر، یعنی از در واقع شمال آذربایجان غربی به اونور به طرف ترکیه و عراق، خب دو تا موسیقی دیگه هست به اسم موسیقی لاوک و حیران. این موسیقی لاوک و حیران اگه آدم خوب دقت بکنه به لحنی که داره مثل تضرعه، مثل اعتراضه، بخاطر اینکه اونا دارن یواش یواش با کسایی هم مرز میشن که از قوم خودشون نیست مثلا، و همیشه این همبستگی آدم حس میکنه. تو همین زلزله اخیرم شما نبودین که دیدین تو مناطق کردنشین چقدر این ملت واقعا جانفشانی کردن، آمدن کمک کردن. این همبستگی مدی رو ما خودمون به چشم خودمون دیدیم، ولی تو اون جا دیگه با قومای دیگه آدم چیز میشه، با عربا، با نمیدونم ترکیه فلان، و آدم میبینه که تو این موسیقی یه نوع اعتراض، یک نوع نمیدونم یه حالتایی که راضی نیست از وضع موجود، مشخصه تو این داستان. و بعد دوباره یک موسیقی کهن‌تر هست به اسم بیت که این بیت هم تقریبا که تو مناطق آذربایجان غربی خونده میشه یه چیزی مثل شاهنامه خوانی که تو مثلا تو کرمانشاه خونده میشه. این و بعد موسیقی کهن دیگه که الان دارم بیشتر میپردازیم موسیقی تنبوره. موسیقی تنبور که در استان کرمانشاه هست بیشتر، یعنی در واقع مرکزش اونجا هست. ببینید من همه جورش اگه بشه عرض میکنم خدمت شما که چطور مردم فکر میکنن در مورد تنبور، از نظر تاریخچه تنبور، از اینکه تنبور از کجا آمد، کی پدید آمد، چجوری شد. دو تا باور هست، یکی باورهای در واقع آیینی مردم هست که در واقع مردم یارسان یا الحق، اینا فکر میکنن که اصلا تنبور اصلا قبل از خلقت انسان هم تنبور بود، قبل از اینکه آدم درست بشه تنبور ساخته شده بود. یعنی به این شکل وقتی که دارن گل انسان را مثلا سرشتن موقع به دستور خدا
اگر از یک گلی به اسم گل زرد بعد هر کاری کردن که این راه بیفته و مثلا شروع بکنه به جنایت و از این کارا دل نمیشاره. بعد خداوند امر کرد به در واقع که از ملائکه که ما میگیم پیر بنیامین که همون معادل جبرئیل باشه، میگه برو با آهنگ طرز که با تنبور یه آهنگ به اسم طرز تو تنبور سرطرز، برو با آهنگ سرطرز بخوان که روح را در کالبد این آدم خاکی بدم که انشالله راه بیفته. همین کارم کرد راه افتاد. این باوریه که مردم دارن، یعنی فکر میکنن خب تنبور خیلی قدیمی تر از انسانه. و باور دیگه که حقیقت حدوداً شاید نزدیکتر باشه، خب در واقع این یافته های باستانشناسانه کاوش هایی که کردن در تپه های بنی یونس و کیوان تو اطراف موصل، بعد تو چغازنبیل خودمان و جای دیگه، اینا گفتن که احتمالاً عمر تنبور یعنی حدوداً شاید بین 5 تا 7 هزار سال عمر تنبور باشه. خب منطقه به طور یقین اون تنبوری که اونا زیر خاک مثلا اون چه در آوردن، خود تنبور که نه، در واقع اشکالی که رو سفال یا رو سنگ بوده، خب به طور یقین فرق میکرده، یه خورده خب کوچکتر بوده، احتمالاً تعداد سیم کمتر بوده، تعداد پرده کمتر بوده، یا اصلا پرده اصلا نداشته مثلا. و خب طریقه نوازندگیش، مقاماتی که خوانده میشه، اینا همه دیگه حدس و گمانه، چون که چیزی در دست نیست که مثلا بگه که چه چیزایی زده میشده. و چیز جالبتری که هست، یه مجسمه ای رو پیدا کردن از زیر خاک تو فکر میکنم چه قزنبیل، که تنبور نواز ایران نشون میده که یک بچه روی شونه تنبور نواز هست. خب خیلی ها فکر کردن که مثلا این جریان چیه، بچه چه ربطی داره به ساز، به نمیدونم موسیقی؟ نه، من خودم فکر کردم، یه فکر البته ممکنه اشتباه باشه، من فکر کردم این نماد در واقع ایزد عرض کنم موسیقی شاید باشه. میگن مثلا تو از قدیم گفتن مثلا یه شاهی که میمیره بعد شاه باز پرتاب میکنن هوا، شاهگردان میشه، روش چونه هر کس بشینه اون میشه شاه مثلا. حالا این ایزد موسیقی هم با شونه این نوازنده قرار گرفته و ایزد موسیقی اینو یاری میده که مثلا بهترین نغماتو بنوازه. این هم چیز خیلی رمز و رازگونه یه که این داستان تنبور یکی هم از گذشته همینتونه باشه. از قدیم از کنم تو آقای فارابی از دو نوع تنبور یاد برده، یکی تنبور خراسانی که الان هست نمونهش در شمال و جنوب خراسان، و یک کم تنبور تیسفونی یا تنبور بغدادی یا همون تنبور کردی که الان ما داریم. این چیزی که ایشان یاد برده. بعد جالبه که این داستان تنبور آدم نمیتونه بگه مثلا حتما یه ساز ایرانیه، چون که هم قدمتش بیشتره و هم در خیلی جاها پیدا میشه تنبور. ببینید از چین گرفته تا برسه به اروپا تو جاهای مختلف با نامهای مختلف، مثل دومبرا، تامبورا، تامبوراست، نمیدونم اسمای دیگه، از چین و روسیه و نمیدونم مغول و مغولستان و نمیدونم یونان، و حتی همین گیتاری هم که الان تو اسپانیا هست، میگن اینم همون تنبوریه که مسلمان ها از طریق اندلس مثلا بردن تو اسپانیا بعد چین شده. و واقعا هم آدم وقتی که موسیقی فلامنکو رو گوش میده یه مقداری شباهت های بین مقام های تنبور و این موسیقی میشنوه. این یه واقعیتی. حالا چیکه اونا رو میگه شیش نکنه که اونا مال ماست، ولی اگه گیتار هم میتونه یه تنبور باشه. آقای مرادی راجب مقام تنبور هم لطفا یه سوال حتما داری میرسیم موضوع من آره داری میگم بعد چون وقت نیم آها وقت کمه. خیلی خوب داده بدیم باش خیلی از کنم حضور شما. خب تنبور این عرض کردم در همه جا هست، و جالب اینه داستان تنبور رو شانسی که داشته همیشه مورد احترام بوده تو حتی تو کشور مسلمان ما. الان اگه شما دقت بفرمایید مثلا نوازنده تنبور رو تو بلوچستان که تنبورک میزنه بهش میگن پهلوان، تو خراسان مثلا میگن بخشی یا اوستا، تو ترکمن صحرا بازم بخشی میگن، تو نمیدونم آذربایجان که قفوز میزنن عاشقا عاشق میگن، تو کردستان هم کردستان و لرستان هم میگن درویش. یعنی همیشه تنبور در این مدتی هم که موسیقی مورد بیمهری قرار گرفته هم خودش احترام داشته و هم به نوازندش احترام میبخشیده. من یادم هم مثلا زمانی که بچه‌م بوده، من از 6 سالگی شروع کردم، هر وقت تنبور دست من بود این بزرگای ایل که مثلا 80 سال داشتن قبل از من از یه دری تو نمیرفتن یا بیرون نمیامدن.
یعنی اون کسی که تنبور دستش بود اون باید جلو افتاد. آره. در واقع این احترام و خوشبختانه داشت. از سواد بزرگ شما چون این ساز از کدام در همه جا هست، خب پدر تار و ستار هم میگن هست، به هر حال ساز قدیمی هست، سازهای زخمی ایران به طور کلی همش میگن از تنبور مشتق شده غیر از عود. و من فکر میکنم مثلا اصلا خود واژه تنبور اصلا شاید به معنی ساز یه دورانی به معنی اصلا ساز بوده، مثلا حالا که مثلا میگن تار، مثلا میگن ساز که شامل تار و ستار فلان، شاید اصلا خود همین واژه تنبور یه زمانی هم دقیقا معادل کلمه ساز هم مثلا به کار برده شده باشه. از سبت خب این تنبور عرض کردم از یه ساز شرقیه، ایرانی هم استفاده کردن، ولی داستان از این قراره. از هزار سال پیش از قرن چهارم تنبور به وسیله یک پیر یارستانی، پیر در واقع اهل نمیشه گفت اهل عرفان، چون که این طریقه حقیقت این طریقه عرفان اسلامی نیست، بیشتر با به نظر بنده بیشتر با باورهای قبل از زرتشت چیز داره پیوند داره، منتها خب بعدن چیزایی هم اضافه کردن، اسمایی وارد کردن که به هر حال شاید از ترس بوده یا طبق همون باورهای تناسخی و عرض کنم بوده شما حلول ارواب کسایی را از دینهای دیگه وارد این مسئله کردن که هم سرپوش چه خوبی بوده، هم به هر حال شاید هم به هر حال اونا واقعا باید وارد نشدن. از کنم این شخص مقدس اسمش بوده شاخوشین لرستانی، که میگن که به هر حال دارای کرامات بوده و یکی از بزرگترین کاراش اینه که ایشان نخصده داشته، یعنی میگن شاید نمادین باشه ولی حتما گروه‌های داشته، مثلا 900 تا تنبور نواز، 900 تا سرنا نواز، 900 تا دهل نواز، 900 تا نمیدونم تنبک نواز و کمانچه نواز و همیشه، یعنی در واقع یکی از این به طور قد این انسان چیز بوده، عرض کنم حضور شما عاشق موسیقی بوده و اصلا گویا چیزش اصلا رسالتش نگهداری و گسترش موسیقی بوده و مخصوصا تنبور. از دوران شاخوشین دو تا مقام باقی مانده، یک مثل شاخوشینی یک و دو میگن که بیشتر حالت چهارگاه داره، شعراش هم تقریبا شعرهایی که با اون دوران داره یه چیزی بین کردی و لوری و فارسیه، مثلا اینجوری مثلا خوانده میشه شاخوشینی: آها چهار تا برادر بودیم و یک بابا پیر، در آسمان ملک بودیم و سر دست سر زمین شیر، آه سه تا کماندار بودیم و یک ترکش و تیر. حالت چهارگاه. تنبور از اینجا به بعد دیگه یه حالت رمزگونه پیدا میکنه، یعنی خود شاخوشین میگه وقتی که من فوت کردم این تنبور رو نگه دارید، هر جا این تنبور به صدا آمد کوک شد، خب من دوباره تو جلد دیگر در واقع تو قواعد دیگر من ظهور میکنم از اون. خب اینا دیارانش فر میدارن دیگه، از لرستان میان طرف های هورامان و خلاصه به یه جایی میرسن توی بلندی، میرن که آره تنبور کوک شد و خب شاخوشین بعدی رو تو یه جای دیگه پیدا میکنن، یک جایی به اسم بابا ناوس که بعد خود بابا ناوس هم دو تا مقام داره، مثلا به این شکل میشن: کوک تمورم ما وزوان واده خوشی نکاوم کاوم یا نشیر خان یا نگیان نگیان. بعد یکی دیگه: ای کاوه آه نگر دیده داخ ورده ای ورده
مانویش و علم کرده. ببینید فرق میکنه با موسیقی کردی، یعنی موسیقی کردی هم نیست، موسیقی موسیقیه که فرق میکنه. به هر حال مقامات تنبور سه نوع مقام داره. مقامات تنبور سه جور مقام داره. این مقامات کهن‌تر در واقع بهش میگن مقامات کلام، و یکم جدیدتر بهش میگن مقامات باستانی یا مجلسی که بیشتر حالت آوازیه، و از اونم جدیدتر مقامات مجازی، مقاماتی که مثلا بیشتر به زندگی زمینی آدم ها سرکار داره. تقدس ندارن. تقدس ندارن اونا مجازی ها. بله بله. چیزه مثلا موسیقی زندگی، موسیقی کار، موسیقی جنگ، موسیقی سواری، موسیقی پایکوبی و چیزایی دیگه. بعد تو خود همین مقامات در واقع کهن، در واقع کلام ها، آدم حالت ها رو میتونه بفهمه. مثلا میدونی موسیقی مثلا مناجاتی داره، موسیقی توصیفی داره توش، مثلا ذکر هست توش. مثلا تو مناجاتی مثلا بخوانم خدمت شما، ارهای خورگی ارهای برور بن ای شاه شاهان امیر چلتن، ای شاه شاهان امیر شخص. مثلا حالت چجوریه؟ خب داستان دیگری که تو تنبور هست و خیلی خیلی مهمه از نظر موسیقی ایران، در واقع ریتما و ادوار کهنیه که در این موسیقی به کار برده میشه. من خیلی میگم مثلا یکی از در واقع ضعفای موسیقی ما در مقابل موسیقی گردنکروتی مثل موسیقی هند اینه که ما ریتم کم داریم، یعنی مثل اونا زیاد پیچیده نیست ریتمای ما. تو موسیقی ما مثلا 6-4-4-4 2-4، بعد از کردستان مثلا ریتمای مثل 7-4 و از خراسان 5-8 و 7-8 از کردستان و این و 10-8 ریتمایی که مثلا از جای دیگه وارد شده یه ذره خب یه کمکی کرده، ولی دیگه دور نداریم ما تو موسیقی. مثلا چیزی نداریم که یهو مثلا بشماریم 1-2-3-4-8 بشماریم بعد دوباره از نو برگردیم سر موسیقی اول. ولی تو تنبور هم چیزی هست، مثلا این مقامی هست من هم میشوارم اینجا اگر بنویسم چیز کنم وقت میگیره، ولی خب من با انگشت میشوارم، یعنی باید 48 شما بشمارید بعد دوباره برگردید به چیز. مثلا بعد از کنم حضور شما ای بینید ای چلتن چلانان عزیز یار شاشان مهمانن چلانان، یعنی دقیقا 48 نبرشون. یا فرزند ریتمای دیگه هست که مثلا یهو با هم فرق میکنه، مثلا میگه 7-6-4، مثلا یهو میشه مثلا 17 ریتمش، یا میشه مثلا 24-2-24-48، یا مثلا کمتر یا بیشتر. این چیزاش خیلی جالبه و باید مورد بررسی قرار بگیره، مثلا خیلی واجبتر از موسیقی عبدالقادر به نظر من، چون چیزایی که هست البته اونم واقعا زیباست و دست آقای درویشی درد نکنه و خیلی هم زحمت کشیده واقعا چیز هم هست، ولی حقیقت اینه به قول آقای استاد کلهور موسیقی بوده که ساخته شده است، چیز مربوط به عمق تاریخ یک مملکت نیست. خب ببینید مقام ها برای خودشون هر کدام یه داستانی دارن، یه تعریفی دارن. مثلا میگه این مقام این موقع سروده شد، این مقام این که آدم این مقام رو گفت، نمیدونم در این تاریخ به این خاطر به این جهت داره. و جالب حضور تنبور در شاهنامه و عرض کنم حضور شما و اسمگذاری چندین از مقامات تنبور به اسمای شاهنامه، مثلا در طرز روسم
رستم یعنی رستم یا طرز رستم. خب یه مقامی هست به اسم مثلا سرطرز، سرطرز رستم. عقیده اینه که وقتی که رستم بعد از خانه سوم وارد خانه چهارم میشه و میبینه آره که درخت بیدی و تنبوری آویزان و رستم هم خدا رو شکر میکنه و تنبور رو اینجا شعرش هم نوشته، میگه تو همتن بیا چیز کرد مران را به بر در گرفت، بن واخت رود و ره اندر گرفت، یعنی در واقع ره موسیقی، یعنی که گفتارا سر گرفت. بعد که آباد شده میکنه با خواندن رستم که آواره بدنشان رستم است که از روز شادیش بهره کم از جام و می و بویاگل و می گسار نکرده است بخشش ورا کردگار و الی آخر. و تو همچین چیزی که داره رستم در واقع طرز رو میزنه، یعنی همچین آهنگیه، مثلا همچین لحنیه به قول آقای کلهر. از کنم شروع میکنم به خواندن که کاواره و بدنشان رستم است که از روز شادیش بهره کم از هیار. شروع میکنم مثلا به خواندن طرز به عقیده ما اهل تنبور. و البته گفت این چیزی جا گذاشتم، علاوه بر خان و تنبور و می و اینا میگسار جوان هم هست، یعنی یه خانوم زیبایی هم اونجا هست، میگه خدا را شکر همه چیز فراهمه. بعد وقتی که شروع میکنه به نواختن تنبور و خواندن، دیو در واقع همون جادو حوصله شنیدن موسیقی رو نداره و چهرهش برمیگرده. آره، میگه چون آواز داد از خداوند مهر دگرگونه گشت جادو به چهر، جادو رخش برمیگرده و در واقع گوش نامحرم نیست جای پیغام سروش و رستم میشناسه که این جادوه، در واقع یه دام بوده و خب معطل نمیکنه و اصلا اونم خانه چهارم جادوگر میکشه. مقام دیگری هست در تنبور که به اسم طرز رستم. طرز رستم در واقع همون مقامیه که ما اعتقاد داریم که زال در سوگ رستم جهان پهلوان زده یا خوانده، که اینجا مثلا ما داریم تو مثلا ترجمه اشعار کردی، مثلا خود تو شاهنامه هست همین گفت زار ای گو پیلتن نخواهد که پوشد تنم جز کفن، که دارد بیاد این چنین روزگار که داند شنید ز آموزگار، که چون رستمی پیش بینم به خاک به گفتار و روح باه گردد هلاک. تو چه اشعار کردی میگه واتش ای رول روح رو گفت ای فرزند جان و دلم کشنده دیوان و مازندرانم، کسی که دیوان مازندران رو کشتی پوست بورکین بفوش نور ببر بیان رو بفوش و پا بنی رکاو رخش تکاور به سوار رخش رو دوباره از نو. اینا تو چیزای کردی میخوانن وات جیرون روانم کشنده دیوانه مازندرانم، یعنی با همین چیز در واقع یه حالت سوگه در واقع. این خانم هم رفت خوشحال تو این هم نشنید کنه دوباره جز داره این سوار دیمار خب همش تازم از کنم ادامه بدیم آخرین مطلب هم من از کنم خدمت شما. و چرا این چیزا رو مثلا شاهنامه و یه مقام دیگه هست به اسم گل و دره که اینم بگم این خیلی جالبه. مقام گل و دره در واقع گل و دره یعنی در لغت کردی به معنی برگرداندنه. ولی چه چیزی را برگرداندن؟ تو ما کرده هنوز هم رسمه کسی که فوت میکنه مثلا میان میگن که انشالله خداوند فر این تازه گذشته را از این خاندان دور نکنه، یعنی که حداقل فرش رو برگردن، خودش رفته جسم دیگه چیز فایده نداره ولی فرش مهمه که برگرد. میگن که عرض کنم به نوذر
پسر منوچهر بیدادگر میشه، یعنی در واقع از فرح ازش دور میشه، فرح ایزدی و بیدادگر میشه. بر این بر نیامد بسی روزگار که بیدادگر شد دل شهریار، ره مردمی نزد او خار شد، دلش بنده گنج و دینار شد. رو بگذاریم، بعد میشه بعد مردم هم میخوان شورش کنن، میترسه، میفرسته دنبال سام. سام در واقع پدر بزرگ رستم، که بیاد مردم رو سرکوب کنه. سام هم با لشکرش میاد و خب مردم هم دیگه با کوکتل مولوتوف نمیرن جلو، میرن جلو میگن آقا این شاه، شاه بدیه، جناب پهلوان بیا اینا چیکار کنیم. اونا میگه خیلی خوب، شما نگران نباشید. اینو میگه، میگه من این ایزدی فرح را باز آورم، جهان را به مهرش نیاز آورم. شما نگه، من اون فرح را بهش برمیگردنم و جوری باشه که شما از این آدم خوشتون بیاد. خب این کار هم میکنه تا یه مدتی بعد هم میشه. بعد این مقام گل و دره میگه دقیقا به همین منظوره که شما با این نواختن و خواندن مقام گل و دره در واقع میتوانید از بدی ها عبور کرده خوبی ها را برگردانید. فرح را مثلا، فرح ایزدی را مثلا به خاندان ها و به آدم ها برگردانید. خب حالا چرا مثلا من اینو عرض کردم خدمت شما راجع به شاهنامه؟ حقیقت اینه که عرض کردم خود آیین، آیین کهن مهره. و خب تو این دره سیروان هم که مثلا مرکزش اونجاست تو هورامان، اون چیزی که در واقع یه رودخانه سیروان هست، همیشه مباحثاتی داشتن بین اونوریای رودخانه که مهری بودن و اینوریای رودخانه که زرتشتی بودن. هنوز هم میگن زردوی، در واقع مباحثاتی داشتن، یعنی اونا هنوز زردشتی هم نشده بودن. که خود آیین زردشت هم با این گلی که اسفندیار مثلا کاشت، واقعا اینم من جای خود از زردشتی هم خودشم نمیاد. یعنی چون این اینجا نوشته که من نوشتم که به هر حال نخستین کمر بستم از بحر دین، اسفندیار میگه، توهی کردم از بت پرستان زمین. بعدم رستم هم بهش میگه بابا چه نازی بدین تاج گشتاسبی، بدین تاج آیین لهراسبی، ما را از این کهن ننگ نیست، از این مهرپرستی ننگی نیست، بگیتی به ز دین هوشنگ نیست. و پایان داستان هم که مشخصه. این در واقع از کدام این چراش تنبور با شاهنامه رابطه داره؟ همین خاطره. به هر حال این مردم، مردمی که تنبور رو حفظ کردن، خودشون در واقع همون اعقاب مهرپرستا بودن که به ترتیب که اونجا بر افتاد از تو شرق کشور، غرب کشور، تو کوههای ذره اینو حفظ کردن. آخرین مطلب باید کنم حضور شما راجع به چیزی که استاد فرمودن، بعضی از مقامات تنبور هنوزم یه شباهتایی با این موسیقی داره. آدم احساس میکنه مثلا این موسیقی رو احتمالاً از این مقام گرفتن. مثلا مقام گل و دره که عرض کردم بیشتر به نوا شباهت داره. یا گل و خاک یه مقامی هست به عراق، به عراق افشار و عراق ماهور حدوداً شباهت داره. بعد علاویسی و هجرانی به مقام اصفهان و یه گوشه تو مقام اصفهان به اسم بیات درویشستان بیشتر به این مقام شباهت داره. همین مقام طرز که رستم نواخته بیشتر هم شور و نوا و اصفهانی، در واقع مدولاسیون میشه تو این مقام. ساروخانی داریم که به بیات ترک بیشتر نزدیکه. بعد قطار و سحری بازم از مقامات تنبورن، بیشتر حالت شوره. بعد شاخوشینی که عرض کردن آواز به چارگاه نزدیکه. شاخوشینی دو بیشتر به بیات ترک و گوشه روح الارواح نزدیکه. و الوان به گوشه نهفت و قریبی به مقام ماهور. خب. یه چرخ میزنیم دوباره از صحبت آقای مرادیتون، صحبتی که بنده شروع کردم، که در واقع همین آخرین صحبتی که کردن، این مقام به این گوشه شباهت داره و مقام دیگه به گوشه دیگه و به چیزی که در دستگاه دیگه نواخته میشه، یه شاهدیه برای این که این مقام ها پخش شدن از همه جا و هنوزم وجود دارن، منتها اینا در یک سیستم دیگه وارد شدن و به موسیقی دستگاهی ما، موسیقی ردیفی ما اضافه شدن. صحبت های ما یه جوری شروع شد و یه جور دیگه تموم شد، یه دوری زدیم توی موسیقی تنبور به درستی البته، ولی خود از مسئله مقام یه ذره دور شدیم و وقتمون بیشتر اجازه نمیده که بخوایم راجع به اون صحبت بکنیم. منتها خوبه که راجع بهش صحبت بکنیم. اگر سوالی هست، اگر چیزی باقی مونده از جناب آقای مرادی و
اگرم بنده میتونم کمکی بکنم ما تو سعی کنیم سوالی بس که مربوط باشه به صحبت ما بفهمید گام از نظر فاصله پایه‌ای که ما میتونیم بر اساس اون مثل نقشه است بر اساس اون چیزی رو بسازیم همون نغمه‌ای که شما میگین اون نغمه میتونه حالا اسمش مقام باشه یا میتونه اسمش گوشه باشه یا اسمش چیز دیگه باشه و چند صد تا از اینا یا چندین هزار تا اینا یا چندین تا از اینا اون مجموعه رو به وجود میاره ممکن بود چنین چیزی بشه بله آخ موسیقی اونا هم همونقدر بود رپ داره بین همین داخل همین سیستم قرار میگرفته یه زمانی بعدها تلقی در واقع اجرای بداهه عوض شده و نقش موسیقی در اجتماع عوض شده که اینم باز یه فرآیندی نیستش که در یک سال، در صد سال، در هزار سال طول کشته باشه ولی چیزی که خیلی قدیمی نیست اینه که بداهه نوازی در موسیقی غربی خیلی خیلی چیز ملموسی وجود داره و وجود داشته از قدیم اگر شما آهنگسازای مشخص موسیقی کلاسیک غربی رو از ویوالدی مثلا شروع بکنیم تا بعد بیم مثلا موزارت، بیتوون شوپن، شوبرت همه بداهه نواز بودن، همه نوازنده های خوب بودن. مفهوم آهنگسازی به اون صورت وجود نداشته. بعدها یعنی در واقع یک بداهه نواز خیلی خوب یه چیزی رو یه کسی میگفته خب اینو بنویس منم بتونم بزنم. و چون زبان نوشتاری وجود داشته این اتفاق به وجود اومده. ولی تا اواسط این دوره این آهنگسازای خوب حتی بداهه نوازای خوبی هم بودن که همشون مثلا موزارت خیلی بداهه نواز خوبی بوده اصلا مسابقه میدادن با هم که یه جمله رو بزنیم من بداهه نوازی بکنم تو هم بداهه نوازی بکن یا بتوون یک بتوون به خاطر این اصلا مشهور شده بعد آهنگسازی کرده و آهنگش مشهور شد یعنی که این یک مسیر دیگه ای رو طی کرده تو موسیقی غرب تو موسیقی ما یه مسیر دیگه رو طی کرده نقش آهنگساز بعدها پر رنگتر شده شاید مثلا از 150 سال پیش به این طرف یا اصلا آهنگسازی به اون صورت اهمیت خاصی نداشته یه سری تصنیف داریم ما تو موسیقی ایرانی به اسم کار عمل که مشخص نیست آهنگسازشون که معادله اینو ما در قرون وسطا داریم بهش میگن انانیمس ناشناس معلوم نیست کی ساخته یا یک کسی یه جمله‌ای رو گرفته یه نسل دیگه مثلا 100 سال دیگه یه جمله دیگه به این آهنگ اضافه شده یک کسی توی دوره قاجار یه جمله به این اضافه شده شده یه تصنیف بهش میگن کار عمل ما چنین چیزی داشتیم منتها نقش آهنگساز در موسیقی غربی به خاطر شرایط اجرا و شرایط اجتماعی خیلی متفاوت شده ولی از یه جا حرکت کردیم هممون و چه نغماتمون چه چیزایی که با چه سازامون خیلی نزدیک به هم بوده از نظر شکل و از نظر صدا دهندگی بر صورت پیشینه هممون یکی منتها بر اساس اقلیم و شرایط اقلیمی و شرایط جغرافیایی شرایط زندگی اجتماعی فرق کرده یا باشه این تغییر حاصل شد جناب والا من خیلی این کارو میکنم ولی من خودم به شخصا موافق نیستم درستم آره به خاطر اینکه ببینید ما یک مجموعه هستیم تو ایران حالا ما خیلی آدم پسر خوبی بودیم یا دختر خوبی بودیم اومدیم فارسی یاد گرفتیم کارو بدی کردیم
ببینید اصلا دلیلی نداره که همه چیز فارسی باشه. خوبه به عنوان یه چیز پیوند دهنده. اصلا من خودم چیز کردم بارها تو این چیزا پیش اومده عرض کردیم خدمت دوستان که آقا بهترین راه ارتباط بین خلقای ایرانی و این مجموعه از هم نپاشه تقاضا کردین اینه که ما بیام همدیگه رو بیشتر درک کنیم. خب من بیام 5 تا ملودی آذری یاد بگیرم و بفهمم باخ یعنی یه نگام کن دقت کردید چی میگه. آره من باخ مثلا یا فرضاً یک لغتی که یا دو تا مثلا بلوچی یاد بگیرم و شما یه فارس بیاید 5 لغت کردی یاد بگیرید. اصلا یه آهنگ کردی رو من یادم تو کرمانشاه هیچ کس فارسی بلد نبود ولی دو سه تا سینما بود بیشتر فیلم هندی پخش می‌کردن. همه مثل ویجینتی مالا می‌خوندن. یعنی تمام آهنگای چیزو یاد گرفته بودن. یعنی که تو فیلم‌های مثلا الکی هندی مثلا می‌خوندن اینا یاد گرفته بودن. یعنی قشنگ نمی‌فهمیدن معنیش چیه ولی خب می‌فهم. ولی الان تو مملکت ما چیز داره مثلا ساروخانی رو بریم مثلا با شعر فارسی بخونیم. دو تا دلیل براش دارم. بفهم. نه آفرین خوب خیلی خوبه درسته برای همین خیلی که داره جملات موسیقی آوازی ما حداقل خیلی تحت تاثیر کلام و شعر فارسی بله و خیلی زیاد طوری که کسایی که خب فیلماش هست میگه وقتی داری جمله ساز میزنی شعر رو برای خودت زمزمه بله اما وقتی که این کلام کردی رو من نگاه میکنم هر شعری از حافظ سعدی مولانا کنارش میذارم میگم نمیتونم اون حس رو به هیچ وجه بیان کنم و فکر میکنم که اگه کلامی برای این شکل بگیره خودش یه تغییر تحولی آروم آروم در نوع نگرش ما به جمله بندی به جمله بندی آوازی ببین نه نه یاد میگیرن ولی آبکی یاد میگیرن دقت کردید چون اگه الان ما بریم مثلا اون حالت ساروخانی رو مثلا من میدونم شما این چیزی که شما خوندید میدونم کی خونده شما با این شعر. خب ببینید خود ساروخانی خواندن خودش یک چیز میخواد باید ساروخانی رو بلد باشی. هر مقام یا هر گوشه یا هر دستگاهی یک جان مطلب داره. شما مثلا بنده فرضاً یک مقام کوچیک 30 ثانیه‌ای رو مثلا وقتی که 12 سالم بوده فکر کردم بلدم. تو سن مثلا 50 سالگی فهمیدم که تا حالا بلد نبودم. چون که از جان مطلبش رو من نفهمیدم جریان چه قراره. الان مثلا بگه ساروخانی دل دامنی دل دامنی هی دل گیرورده حلقه دامنی خب اینجوری میخوانم بگه اردی دم دل دامنی دل دامنی هی دل گیرورده حلقه دامنی خب اینجوری خوندن بسید شما؟ نه نخوندن آبکیش خوندن دقت کردید میگه آره یعنی در واقع یه چیزی که ساده میشه یا رو اصل مطلب بعد یکم شعرش هم عوض میکنی از اون حالت بعد حقیقت اینه بابا این موسیقی یک موسیقی خاصه. من میگم حتی این موسیقی کردی هم نیست حالا با شعر کردی هم مثلا جا افتاده با این داستان ولی بهتره ما این کار رو نکنه بهتره آهنگای خلقای مختلف نه همه رو فارسی یا ترکی یا کردی بکنه. تو کرد هم این کار رو میکنه مثلا تو اگه پیشینه خواننده‌های کرد پیدا کنی خیلی مثلا آمده آهنگ فارسی رو مثلا مال همون دورانی که مثلا طاهرزاده و نمیدانم زلی و اینا مثلا میخوان خیلی تو خواننده های عراق مثلا آمدن تقلید بکنن که مثلا آواز همایون بکنن یا مثلا راز پنجگاه بکنن یه چیز هچل هفتی آدم اصلا خندهش میگیره مثلا یه خواننده گردن کلوفتی که تو کردستان قطب بوده مثلا آمده مثلا بعدن بیاد آوازه فرض کنیم چیز بخونه همایون بخونه مثلا اصفهان بخونه یه چیزی خواننده چون جان نیفتاده براش دقت کردید چی میگه. حالا ضرورت نداره حتما شعر ما بخوایم حتما همه چیز فارسی باشه اگه بخوایم باز با هم باشیم بهتر همدیگه رو چیز دیگه هم که من باید اضافه کنم ببخشید یعنی اگر شما شعر مولانا رو نمیشدین موسیقی بگنجونین یا شعر سعدی حافظ دلیل داره به خاطر اینکه هر موسیقی هجاهاش اون موقعیت جغرافیایی که تو اون شکل گرفته همه باید به هم دیگه ربط داشته باشه. اگر موسیقی تنبور با این کلام همخوانه و این کلام راحت روش میشینه و دورای ریتمیکش راحت با این کلام ارتباط برقرار میکنه به خاطر اینکه
دقیقاً به خاطر اینکه موسیقی از بستر فرهنگ فارسی نیامده، فارس نیامده در واقع، به خاطر همین با شعر حافظ بیگانه است. شما هیچ وقت نمیتونید اینو ترجمه کنین یا شعر حافظ بذارین رو اون. شعر حافظ موسیقی خودشو داره، نباید با هم تداخلش بدیم. شما هم بفرمایید دیگه تعطیل بود. شما بفرمایید. سوال کوچیکه، جای اشاره کردید شرقی ممکن بوده ساز باشه، بعد داشتین در مورد تناسق هم صحبت کردین، می‌خواستم ببینم که منظورتون که ایده از با ساز اومده از مثلا سمت تناسخ، ایده هایی که مثلا ممکنه مثلا استادی که مثلا ببین از که 1000 سال پیش این تنبور به وسیله همین آدم از کردم شاخوشین چیز میشه و اینا واسه خودشان اعتقادات رو داشتن، اعتقاد که ایست هست، یعنی در واقع اینا کسایی بودن که اعتقاد به این مسئله تناسخ داشتن و فکر میکردن که میتونن دوباره از نو طلوع کنن و هر غروبی مثلا از یه جای دیگه سر در بیارن و این ساز شده یه راوی رمزگونه این کار. اصلا تو دیوانهای شعرهای ما مثلا مولانا هم بازم از به تنبور همچین ارزشی قائله، میگه که یه چیز عجیب غریبیه، میگه یه آوازی تو این داستان هست معلوم نیست از کجا میاد، خود مولانا هم و این هم این همچین داستانی برای تنبور به عنوان یه ساز روایتگر رمز و اینکه مثلا با این بشه مثلا رازا رو برملا کرد یا مثلا خیلی پشت پرده ها رو مثلا دید، اینه براش تعریف کردن، برا همین ارزشش چیز کرده، برا واقعا کمک کرده که این ساز یه ساز چیز نشده، سازی که مثلا مثل بقیه سازهای دیگه مورد ستم واقع بشه کمتر بود. سوال هم شده که ممکنه که ایده است، چون یه موقعی هم گفتین ساز ممکنه از شرق سمت مثلا چین اون منطقه که تناسب خیلی ایده چیز بوده، ممکنه ساز هم شفه میکنم احتمال این که ساز و ایده هر دو سفر کرده باشن قبل از این دوران. چین آخه هنوز هم سازی به این شکل ندارن، بدون یک دو تا ساز، سازهای اصلیشون همه از موسیقی ما رفته، اسم داره به دلیل اسمش میشه گفت، یعنی از اون خانواده سازن. حالا به هر صورت اون یه شیوه دیگه است. فکر میکنم که وقت بیشتر از این شما آقای یه سال دیگه چیز بکنیم که وقت همه رو نگیر میشه. بفرمایید. این سوال خوبه. ببینید بیشتر اولا خب نوع فرهنگ سازی فرق میکنه، یعنی مقامای خونه مثلا میزنن خب خیلی متفاوته با چیزی که ما میزنیم، تکنیکاش میزنن خیلی میزنن، ولی از نظر تکنیکی هم اونا بیشتر از این دوتا انگشت و یک کمی کمتر، خیلی کمتر از انگشت چهارم استفاده میکنن، ولی ما تو تکنیکای تنبور یه خود به نظر من فیستاره، یعنی گسترده‌تره، با کل پنجه مثلا میزنیم. مثلا من خودم به کتابی که نوشتم به تنبور حدود 16 تا مضراب مثلا ما بیان کردیم که مضرابای مختلف اسمم گذاشتیم براش، که مثلا این مثلا ریز، این ریز پیوسته است، این ریز گسسته است، این ریز تاش نشان میدی ساز داری که حرف تا تعریف میکنی. مثلا تو خراسان اینجوریه، مثلا این حالت خب ریزم در واقع توالی همین عمله، این حالا مثلا بیشتر اینه، ولی من مثلا تو چنبو خیلی ریزه، مثلا اینجا یه ریز بازه، مثلا یه ریز بسته، یا مثلا ریز از کنم گل ریز، ریز با این گل ریز، بعد گل ریز پیوسته، یا مثلا یه راست و چپ، بعد ریز دو انگشتی، یا مثلا تکنیک های کنار خرک، مثلا از کنم به حضور شما و مثل دراب، یا مثلا قنچه، این چیزا رو مثلا آدم اونا چیزی که من دیدم، البته خیلی نوازنده خوبی دارن واقعا خراسان، یعنی اصل مطلب رو دارن میزنن، ولی بیشتر خب خیلی کم تو از دست راست مثلا خواستن مثلا کمتر گسترش دادن. تو گذشته تنبور هم همین بوده، ما این بریه یه ذره بیشتر مثلا فکر کردیم که باید بیان چیزایی که می‌خوایم بکنیم، مثلا چه مضرابایی مثلا بیشتر یه خود بس بدیم، یه خود کاربردش مثلا بیشتر کنیم، ولی هر دو خوبه. من فکر می‌کنم که
مهم اون چیزیه که از دل اون نوازنده میاد بیرون و اون نوازندهی که در واقع درک کرده که داستان از چه قراره. نه اون چیزی که به طور سطحی چیزی یاد گرفته. شما هر وقت دوتارهای محمد یا چیز حسین یگانه، نمیدانم حاج قربان و دیگران شما گوش کنید، همیشه تازه است. یا چیز عجیب غریبی هم نیست، ولی چیزی که همیشه به دل میشینه. چون همون چیزی که عرض کردم، دقیقاً به اصل مطلب رسیدن، به جان مطلب کلام در واقع اینا پی بردن. من فکر میکنم که وقتی که اجازه نمیده بیشتر از اینجور رویم. آقای مرادی تا فردا 9 صبح اینجا هستن، هر سوال داریم ازشون بکنید. قول قرار که باشن اینجا. خودشون با خودشون قرار گذاشتن. میگم آقای مرادی هستی؟ هستی دیگه؟ نه، من میرم، شما باش. تنبور زد؟ بله حتما، آره داریم در خراسان این کارو میکنن. بله حتما در خراسان مثلا موسیقی در ترکمن سر موسیقی ترکمنی و با دوتار و کمانچه همیشه همراهن با هم، همون رابطه‌ای که تار و کمانچه داشتن در موسیقی سنتی ما اونجا هم دارن. در لرستان مثلا با کمانچه چیز میکنن در زیاد اگر پرده ها رو فواصلش رو تغییر داد، پرده ها رو عقب و جلو برد، بله تو خب تکنیکاش عوض میشه دیگه، لزومی نداره که با پیانو هم میشه مثلا خوابای طلایی سر. خب چرا بود؟ قربون شما، خیلی ممنون. Thank you.